درود بر شما آقای مهبودی هستم. درود بر شما نازنین دکتر میرپتروس، حالتون خوبه؟ بسیار خوبم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت یاران هستم. در واقع شما لطف بفرمایید، بفرمایید که راز محبوبیت شما چیه؟ خیلی ممنونم، امیدوارم که شایستگی این محبوبیت به محبت مردم رو داشته باشم. خیلی مهم. بار قبل که من با شما گفتگو کردم اینجوری که تو خانه شماره کرده بودن یه چیز حدود 130-140 تلفن اومده بوده که همه هم اظهار محبت نسبت به شما و اظهار عشق و علاقه بود و خلاصه خیلی هم سپاسگزار از زحمات روشنگرانی شما که خیلی هم لازمه ببیشه در بیرون از ایران طی این سال ها. یکی بود یه نفر فرسیده بود، دو نفر در واقع، که آیا سهند هنوز قابل ابتیاز جایی، یعنی میشه پیدا کرد این جنگ سهند رو؟ نه، برای اینکه فقط در کتابخونه ها ممکنه موجود باشه، کتابخونه مجلس شورای ملی در واقع و کتابخونه های دیگه نیست دیگه. نه، من دوران جوانی هست و دانشجویی هست و حدود 40 سال از انتشارش داره میفتره و ظاهرن بنده یه مادرم پیر شدم با این تاریخی که دارم عنوان میکنم. نه چیز نیست، قابل ابتیاغ و دریافت نیست، خریداری نیست. فکر نمی کنید که لازم باشه اینا تجدید چاپ بشن؟ بد نیست. بله ولی فکر میکنم در یک فضای آزاد، در یک ایران آزاد شد ما بتونیم همه اینها رو چاپ بکنیم، از جمله حلاج رو و کتاب های دیگر رو. حالا آقای دکتر، من دکتر میرپتروس عزیز، من به این نشستم که واقعا ایرادهای زیادی میشه به رژیم گذشته گره، خیلی کمبودها بوده، کجای دنیا که کمبود نیست، همه جا هست، ولی این یکی، این وجه از کار، یعنی حضور روشن فکران و حق حیات اونها، و اینکه میتونستن با اینکه مخالف حکومت بودن، مخالف نظام بودن، پنهان هم نمیکردن، تو جلسات خانگی پنهان نمیکردن، توی معاشرت با دوستانشون، تو کافه ها، تو رستوران ها، تو بار مرمر، تو هتل ورسای، تو قوام السلطنه، تو برج، ولی مزالک حق حیات داشتن، آثارشون چاپ میشد، توی نشریات فعال بودن. این یکی رو خیلی من براش احساس دلتنگی میکنم. بله، نه تنها در کافه ها و نمیدونم جاهای ادبی این امنیت شغلی و امنیت اجتماعی وجود داشت، خیلی ها می نوشتن کتاب کارنامه 3 ساله آقای آل احمد شما نگاه بکنید. بله. از انتشارات زمان سال 51-2 فکر میکنم منتشر شده باشه. در اونجا چنان انتقادی از اصلاحات زمان شاه میکنه، بسیار تند، به طنزآمیز، به مسخره. بنابراین اینها منتشر میشدن، اینها وجود داشتن، علارغم همه کمبودها، همه کاستیها، همه محدودیتها. حالا من یه بحث دیگری اساسا، یه نگاه دیگری میکنم به اصطلاح، که آیا اول مدرنیزمه بعد مدرنیته، یا اول مدرنیته است بعد مدرنیزم؟ آیا اول آزادیه بعد تحولات اجتماعی، توسعه ملی؟ اینا بحث‌هایی است که سال‌های اخیر، در این چند سال اخیر من خیلی روش فکر کردم. آقای مرغ و تخم مرغ، بله، اونقدر به اصطلاح ما در اون زمان زیر بنا و رو بنا و تخم مرغ بود، مرغ گفتیم، زیر بنا و رو بنا گفتیم، تا چشم باز کردیم در سال 57 دیدیم آخوندها هم زیر بنا رو دزدیدن، هم رو بنا رو، هم مرغ رو دزدیدن، هم تخم مرغ. نه، در جهانی که، در کشوری که از مثلا تاریخنای قرون وسطا در آمده بود، در زمان رضا شاه، ما از آزادی و دموکراسی و نمیدونم فلان صحبت بکنیم یک مقدار زیادی غیر منصفانه است. ضمن اینکه خود رضا شاه
خود ما، خود ما روشن فکران چقدر دموکرات بودیم، ببخشینا خود ما چقدر اینکه بحثیست که امیدواریم در یه فرصت دیگری ما انجام بدیم. من هفته پیش درباره کوشش ها و جوشش های فرهنگی سالهای 40 تا 56-57 صحبت کردم و این روز، این هفته قرار بود در مورد حضور زنان، نقش زنان هنرمند در این زمان صحبت بکنم که ظاهراً با سوال دوست عزیزی به تأخیر میفته، برای اینکه بحثی در مورد سوالی در مورد خلیل ملکی کرده بود این دوست عزیز ما و از من پرسیده بود که چرا در همه این سالها این همه عقاید و افکار خلیل ملکی ناشناس مونده، ناشناخته مونده در واقع. کاملا هم درسته. خدمت عرض بکنم که در پاسخ این دوست عزیز ما باید عرض بکنم که خلیل ملکی نمونه ای از زندگی روشن فکران اصیل، پاک و شریف در کشورهای خاورمیانه است، سرنوشتش. و به همین جهتی که به قول فردوسی یکی داستان است پر آب چشم. من یک مقاله مفصلی دارم در مورد خلیل ملکی تحت عنوان اندیشمند تنها، خلیل ملکی اندیشمند تنها. این بحث چرا این دوست عزیز ما پیش آورد این سوال رو، برای یک پیوند معنوی و محتوایی داره با بحثی که دیروز هفته پیش ما در مورد تحولات فرهنگی و هنری اون زمان انجام دادیم. الان بعد میرسیم که چرا این پیوند وجود داره و خلیل ملکی در کجای کار بوده. به اصطلاح در دو سه کلام در واقع اگر بخوام از دو سه ویژگی ممتاز خلیل ملکی یاد بکنم، آقای میبودی، باید بگم که اولا خلیل ملکی مرد اخلاق بوده، چیزی که در همه این سالها، در همه این سالها در روشنفکرهای ما، در مردان سیاسی ما خیلی خیلی کم بوده. مرد اخلاق یعنی چه؟ یعنی میگفت که اگر سیاست با اخلاق همراه نباشه به جهنم های بی بازگشت منتهی خواهد شد کار ما، سرنوشت ما. دکتر همایون کاتوزیان که از دوستای نزدیک و همراهان نزدیک خلیل ملکی بوده معتقده که این جمله خیلی مهمه، معتقده که خلیل ملکی در تمام زندگیش دروغ نگفته بود. خلیل ملکی در تمام زندگیش دروغ نگفته بود. این حرف از طرف همایون کاتوزیان آدم کمی نیست. بنابراین در جامعه ای که سیاست اساسا با سیاسی و دروغگویی و عوام فریبی و اتهام زنی در واقع همراهه، آقای میبودی عزیز، این مسئله یک فضیلت استثنایی بوده و کم نظیر بوده. با این خصوصیت بوده که خلیل ملکی همیشه زیر لب این شعر رو زمزمه میکرد، میگفت که ما نان به نرخ خون جگر خوردیم، ما نان به نرخ خون جگر خوردیم زیرا که نرخ روز ندانستیم. به همین جهت هم ضربه خورد و صداش خاموش شد حدود 50 سال تمام. دومین ممیزی که مشخصی که به اصطلاح در خلیل ملکی بود، همینطور که شما در آغاز برنامه اشاره کردین، ملکی اساسا اصلاح روشنفکر اصلاح طلب بود، مشروط خواه بود، اصلاح طلب بود و فرهنگ ساز، نه یک انقلابی و سیاس و سیاست باز که در اون زمان ما دیدیم و الانم داریم میبینیم. ملکی به 3 زبان
فرانسه و آلمانی و انگلیسی تسلط داشت، تسلط کامل داشت و دارای فکر میکنم 14-15 ترجمه و تألیف و صاحب صدها نامه و مقاله تحلیلی بوده، از جمله ترجمه کتاب معروف نقش شخصیت در تاریخ اثر پلخانوف. ممیزه سوم، مشخصه سوم خلیل ملکی، استقلال فکری و شجاعت اخلاقیش بود. آقای مهبودی عزیز که من خیلی دوست دارم از این زاویه انسان رو، استقلال فکری و شجاعت اخلاقی. با این استقلال فکری و شجاعت اخلاقی بود در واقع که او، همونطور که هفته پیش من عرض کردم، در سال 1339، چند سال بعد 28 مرداد، دعوت شاه رو برای مذاکره و گفتگو برای آینده سیاسی ایران پذیرفته بود. در این ملاقات طولانی، خلیل ملکی مانند یک متفکر آزاد و مستقل در برابر شاه عمل میکنه، ظاهر میشه و میکوشه که نظرات و پیشنهاداتشو به شاه ارائه بکنه. خلیل ملکی در آغاز همین گفتگو با شاه اشاره میکنه، این جمله رو میگه: اگر اعلی حضرت انتظار دارند من هم مانند درباریان هر چرا فرمودید تأیید کنم، مسئله دیگری است. اما اگر اعلی حضرت مایل هستند از واقعیت‌های موجود اجتماعی آنطور که هست، نه آنطور که مورد پسند شماست، آنطور که هست اطلاع پیدا بکنند، آنچه که من عرض می کنم صحیح است. خلیل ملکی میگه. بعد اضافه میکنه در برابر شاه بشا، میگه که خلیل ملکی اضافه میکنه، میگه که این را انصاف میدم که در تمام مواردی که من مقاومت کردم و توضیح دادم، بالاخره شاه قانع شدند. در واقع از محتوای این بحث های طولانی شاه و ملکی ما آگاهی دقیقی نداریم آقای مهبودی عزیز، ولی به نظر میرسه که نظرات و پیشنهادات اصلاح طلبانه ملکی، خلیل ملکی، خصوصا درباره اصلاحات ارضی و اجتماعی مورد پسند شاه واقع شده. به گفته میشه، خیلی ها گفتن اینو رو میگن، که برخی از نظرات خلیل ملکی در منشور اصلاحات ارضی و اجتماعی شاه در سال 41، 6 بهمن 1341 مورد استفاده قرار میگه، اونجا منعکس میشه در واقع، از جمله خصوصا مسئله آموزش و پرورش رایگان. مسئله آموزش و پرورش رایگان تا سطح دانشگاه ها که تا اون زمان حداقل در میان کشورهای خاورمیانه بی نظیر بود آقای مهبودی عزیز. و بعد ضرورت دادن حق رأی به زنان، نیمی از جامعه ایران رو به عرصه فعالیت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری کشوند شاه با این حق رأی به زنان. و بعد سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و مثلا همه اینها رو، این نکات رو میگن تحت تأثیر پیشنهادات سوسیالیستی در واقع خلیل ملکی انجام داده شاه، اینطور که میگن. اما متاسفانه ملاقات ملکی با شاه آقای مهبودی بهانه تازه‌ای شد تا حزب توده به دیگر سرکوب
کنندگان آزادی اندیشه، سرکوب کنندگان آزادی اندیشه. اینها مجموعا ملکی رو مورد شدیدترین حملات و بی‌رحمانه ترین اتهامات و کثیف ترین اتهامات قرار دادن. یعنی می‌خواستن به هر شکلی از اون از صحنه حذف بکنن. کاملا کاملا. شما می‌بینید سلیم ملکی آذربایجانی بود، آذربایجانی بود، آذربایجانی شریف، ساده، نجیب، یک سوسیالیست ایرانی، یک سوسیالیست میهن‌پرست بود سلیم ملکی. به همین جهت وقتی که دید در قائله آذربایجان و فرقه دموکرات پیشوری، وقتی دید که رهبری حزب توده از استالین و حزب توده، حزب کمونیست شوروی در واقع دستور میگیره، خلیل ملکی میگه، میگه از حزب توده من منشعب شدم، انشعاب کرد، انشعاب بزرگی که یک غوغای عظیم سیاسی رو به دنبال داشت. ملکی در خاطرات خودش، در کتاب خاطرات سیاسی خودش یه جمله‌ای داره که من اینو میگم، بعدا امیدوارم که به نوبت آیین‌های شما باید باشه. این جمله رو میگم که ببینید این آدم چقدر میهن دوست و دارای استقلال فکری بود. میگه که پس از برگزاری کنگره اول حزب توده در سال 1323، از طرف رهبری حزب توده برای سامان دادن به سازمانهای ایالتی حزب در آذربایجان به تبریز اعزام شدم، ولی به محض ورود به تبریز در کمیته شهرستان تبریز دیدم که شش عکس استالین رو به دیوار نصب کردم. من خلیل ملکی میگه من 5 عکس رو با دست خودم کندم و گفتم این یکی باشه کافیه، مشروط، مشروط بر این که عکس خیابانی و ارانی و ستارخان و باقرخان و سایر انقلابیون جنبش مشروطیت در کنار عکس استالین باشه. بعد در همین کتاب خاطرات، اینجا رو تمام میکنم بنده، در همین خاطرات سیاسی ملکی اشاره میکنه که متوجه شدم که در کارخانه ها و ادارات تبریز آذربایجان عکس های متعددی از افسران و ژنرال های روسی رو بر در و دیوار کوبیدن، نصب کردن. خلیل ملکی میگه که دستور دادم این عکس ها را بکنند و عکس هایی از رهبران انقلاب مشروطه جای آنها نصب شود. اوکی. حالا ما داریم وارد بحث دیگری میشیم. حتما خب اجازه بگیر از بازرچه عبور کنیم، برمیگردیم گفتگومون رو با آقای دکتر علی میرپتروس پی میگیریم. همیانان عزیز و ارجمند، خب همیانانم، شماری از روشنفکران ما در طی دهه‌ها به ویژه در دوره پیش از انقلاب فرهنگ آفرینی می‌کردن. با یکی از اونا هستیم، روشنفکر فرهنگ آفرین آقای دکتر علی میرپتروس عزیز. خب دکتر میر، مجدداً درود بر شما. درود فراوان بر شما آقای مهبودی عزیز. خدمت عرض کنم که داشته میگفتن که با توجه به جایگاه مهم خلیل ملکی در حزب توده و در میان روشنفکران ایران در اون زمان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، انشعاب خلیل ملکی از حزب توده آقای مهبودی باعث شد تا حزب کمونیست شوروی و خصوصا رادیو مسکو و رادیو پیک ایران و دیگر سرکوب کنندگان آزادی اندیشه در یک جنگ روانی و تبلیغاتی دراز مدت خلیل ملکی رو در واقع مورد بی‌رحمانه ترین و کثیف ترین اتهامات قرار بدن اون زمان، به طوری که این موضوع خلیل ملکی رو تا آستانه خودکشی کشاند
خلیل ملکی رو، این تبلیغات کثیف، این حملات بی‌رحمانه و بی‌اساس. بنابراین در این روندی که در طول این سالها که خلیل ملکی به نظر من آقای مهبودی عزیز در حمام فین حزب توده، در حمام فین حزب توده خلیل ملکی چنان رگ زده شد، چنان رگش رو زدن که هنوز هم افکار و عقایدش برای جامعه سیاسی ایران ناشناخته است. در واقع اینو ترور اخلاقی دیگه، ترور شخصیتی و اخلاقی هر دو. جالبه. اصلا بیشترین اتهامی که متوجه میکردن چی بود؟ مثلا موارد شو داری؟ بله، ملاقات با شاه. خب طرح همون طرحهای اصلاحی به شاه برای نمیدونم آزادی زنان و اصلاحات ارضی و اصلاحات اجتماعی، این چیزایی که به هر حال داشته. اصلا برای حزب توده و برخی از این حضرات و رهبران سیاسی اون زمان نزدیک شدن و همدمی یا گفتگو با شاه جزء محرمات بود. آقای مهبودی عزیز، این فضایی که حزب توده ساخته بود در اون سالها متوجه چنان بود. بنابراین در واقع خلیل ملکی با پذیرفتن دعوت شاه برای مذاکره خطر بسیار بزرگی رو کرد. یعنی از در واقع درست خواهد. در همون زمان، در همون در اون شرایطی بسیار حساس و هولناک بوده، طاقت فرسا بوده در واقع. ملکی از دوستاش، از بهترین دوستاش مثل عبدالحسین نوشین، کارگردان و مرد تئاتر ایران، در واقع هنرمند برجسته تئاتر ایران، خیلی خیلی با هم دیگه نزدیک بودن. از چنین دوستایی که در واقع مشاطگران حزب توده بودند، از اونا به عنوان بروتوس که از پشت بهش خنجر زدند یاد میکرد همیشه. این پیرمرد همیشه این شعر عارف قزوینی رو زمزمه میکرد، خلیل ملکی: زبس زبس که مردمه که دیده مردم بد. شما که حال شعر هستین، این ظرائف شعری رو شما به دکتر نوری علا متوجه میشین: زبس که مردمه که دیده مردم بد، کنون به مردمه که دیده سوء زن دارم. تا اونجا میری که تا اونجا تنهاست و دچار فقدان امنیت اجتماعی هست و همه دارن بهش تکفیرش میکنن، توهینش میکنن، در این شرایط که این شعر عارف رو داره میخونه. اما یه نکته روز اشاره بکنم که شاید بگم مهمترین خط استقلال طلبی و شجاعت اخلاقی خلیل ملکی بود، و اونم موضع گیری او در باره رویداد 28 مرداد بود، با اون جایگاه و عظمتی که داشت در پیش دکتر محمد مصدق و در میان روشنفکران و در میان جبهه ملی. در واقع با وقوع 28 مرداد و انفعال حیرت انگیز و ایران دوستانه مصدق در این روز سرنوشت ساز، در واقع خیلی ها، بسیاری از رهبرهای سیاسی منتظر بودند که تا خلیل ملکی به عنوان برجسته ترین رهبر و تئوریسین حزب نیروی سوم هوادار مصدق، یعنی منسجم ترین و متشکل ترین حزب هوادار دکتر محمد مصدق، همین نیروی سوم بود، به رهبری خلیل ملکی، به رهبری فکری خلیل ملکی. همه منتظر بودن که در اعلامیه که خلیل ملکی می نویسه از کودتای 28 مرداد حرف بزنه، بگه، یاد بکنه، اون رو محکوم بکنه. اما خلیل ملکی پس از دو سه روز تأخیر تأمل تأخیر، در اعلامیه که میده از 28 مرداد به عنوان یک رویداد نام میبره. آقای مهبودی عزیز،
به هیچ اشاره ای نه به کودتا میکنه و نه به این که باید نهضت ملی رو به رهبری دکتر محمد مصدق باید ادامه داد. هیچ این بحث اصلا اعلامیه نیست. یعنی این مسئله چنان حیرت انگیز بود برای مثلا دوستا و رهبران دیگر رهبران در واقع نیروی سوم که باعث دشمنی های تازهی بر علیه خلیل ملکی میشه. یعنی یک جبهه تازهی علیه خلیل ملکی باز میشه در واقع. بعد از این اعلامیه برای اینکه نگن که این خلیل ملکی خودشو فروخته به دربار، باش شاه دیدار کرده، بنابراین عامل شاست عامل درباره، بعد از این اعلامیه که هیچ نامی از کودتای 28 مرداد نمیبره، خلیل ملکی چیکار میکنه؟ یک راست خودشو به فرمانداری نظامی تهران معرفی میکنه و از اونجا هم خلیل ملکی رو میفرستن به فلک الافلاک، زندان فلک الافلاک که خیلی معروف بودم. اما در زندان فلک الافلاک هم خلیل ملکی از توهین و تهدید زندانیان توده‌ای در امان نبود آقای میبودی عزیز. عجب، یعنی اینقدر دایره رو تنگ کرده بودن علیه او که هیچ امنیت نداشت. دقیقاً مرداد بهار، استاد مرداد بهار اون زمان توده‌ای بودند و طور که شما اشاره کردید مثل مسکو بعد اومدن به شاهنامه و اساطیر ایرانی. مهرداد بهار تعریف میکنه، روایت مستنده به اصطلاح، بله، میگه زندانیان توده‌ای در زندان فلک الافلاک قصد کشتن خلیل ملکی رو داشتند. یعنی تا این اندازه دچار فقدان امنیت و عدم امنیت. عجب. در زندان فلک الافلاک زندانیان توده‌ای قصد کشتن خلیل ملکی رو داشتند، حمله که از دان بکنه بکشن. حالا نکته ای رو که در باره انفعال حیرت انگیز ایران دوستانه دکتر محمد مصدق در 28 مرداد قابل ذکر آقای میبودی اینه که با وجود مخالفت بسیاری از رهبران جبهه ملی از جمله خلیل ملکی، با مصدق در اعتراض به انجام رفراندوم و بستن مجلس و نمیدونم توجه نکردن به فرمان شاه، عزل فرمان عزل مصدق توسط شاه و غیر و غیر و به اصطلاح اون پایگاه، با توجه به پایگاهی که خلیل ملکی در جبهه ملی داشت پیش مصدق داشت و بعد اون اخطارها و هشدارهای دائمی که ملکی مظفر بقائی، دکتر مظفر بقائی درباره قدرتگیری و توان نظامی و تشکیلاتی حزب توده در سال 32 میداد به مصدق، به دولت مصدق، به نظر میرسه که انفعال حیرت انگیز به ایران دوستانه دکتر مصدق در روز 28 مرداد از جمله متأثر از توصیه های خلیل ملکی بود. آیم میبودی عزیز، در برای اینکه ایران به دست حزب توده و نیروهای سازمان نظامی و حزب توده نیفته. اونجاست در خونه مصدق قبل از 28 مرداد، در خونه مصدقی که خلیل ملکی پا میشه با صدای بلند در جمع فریاد میزنه که آقای مصدق، این راهی که شما میروید به جهنم ختم میشود، ولی ما تا جهنم هم با شما خواهیم آمد. این وفاداری و عشق و احترامی که این آدم به مصدق داشت، علارغم که همه زاویه ها رو میدید، آینده رو میدید که حزب توده داره میاد و ایرانو میخواد اشغال بکنه، تصرف بکنه قدرت سیاسی رو. با این اصطلاح شما، با این سخنان، من فکر میکنم مصدق در 28 مرداد اینکه به حرف های حسین فاطمی توجه نکرد که مصدق به حزب توده رو مسلح بکنیم و پیام رادیویی بدیم و چیزی، حرف خلیل ملکی رو من فکر میکنم گوش کرده که منفعل در یک حالت انفعال
تمام نیروهاش از خیابان ها بیرون کشید، مردم در خونه ها نگه داشت و اون جریانی که به هر حال پیش اومد. من نمیدونم چقدر فرصت دارم. 3 دقیقه دیگه وقت داری، من 3-4 دقیقه دیگه. 3-4. یه نکته ای رو که شما از فرهنگ و فرهنگسازی اشاره کردین، یه نکته ای که در باره شخصیت خلیل ملکی باید گفت، این جریانی که خلیل ملکی را انداخته بود، انشاب کرده بود از حزب توده، یه جریان فرهنگی بود اساسا و اعضا و افراد شناخته شده اون عبارت بودن مثلا از مثل فریدون توللی، رسول پرویزی، اردشیر محسس، جلال آل احمد، محمد علی خنجی، ناصر رسولی، هوشنگ ساعدلو، ابراهیم گلستان، ابراهیم گلستان، نادر نادرپور، احمد آرام، داریوش آشوری، هوشنگ وزیری و دیگران. یعنی یک کمپ فرهنگی رو در واقع، یک سنگر فرهنگی رو اینا با خودشون از یه تو داور زن گیرون. هم روشن فکران درجه یک، درجه یک، واقعا درجه نظرات سیاسی اجتماعی ملکی در چند کتاب منتشر شد آقای میمودی عزیز. یکی از اون کتاب ها کتاب نامه های خلیل ملکیه، نامه های خلیل ملکی که حاوی بیش از 100 نامه است به دوستاش و که به همت به اصطلاح دکتر کاتوزیان و دکتر امیر پیشداد منتشر شده. او در این نامه ها از جمله درباره دکتر مصدق، جبهه ملی، اصلاحات ارضی و اجتماعی شاه، خصوصا شورش 15 خرداد آیت الله خمینی و دیگر موضوعات حرف میزنه، صحبت میکنه. من امیدوارم وقتم تمام نشه. در نامه 18 اردیبهشت 46 در مورد اصلاحات شاه داره صحبت میکنه. در نامه 18 اردیبهشت 1346 خطاب به دوستاش در اروپا درباره اصلاحات اجتماعی شاه می نویسه، هر چند که بارها نوشتم باز تکرار می کنم که تئوری اجتماعی شاه راجع به تحول مترقی است، هر چند کافی نیست، به خصوص ملی کردن آب که همواره یکی از هدفهای اصلی ما بوده است. در حالی که بسیاری از رهبران و سازمانهای سیاسی مخالف شاه در خارج از کشور، مثل آقای نمیدونم ابراهیم یزدی و دیگران که شما هفته پیش اشاره کردین، از شورش 15 خرداد آیت الله خمینی تجلیل میکردن، ستایش میکردن، خلیل ملکی در نامه‌ای به تاریخ فروردین 1342، یعنی 4 ماه قبل از 15 خرداد، 4 ماه قبل از 15 خرداد، خطاب به دوستاش در اروپا می نویسه، خلیل ملکی: در ایران فعلا یک جنبش واقعی ارتجاعی وجود دارد که به اصلاحات نیم بند کنونی شاه نیز عقیده ندارد و فئودال ها و برخی از روحانیون واپسگرا این جنبش را به وجود آوردند و میخواهند، این نکته خیلی جالبه، و میخواهند رژیم شاه را وادار به تجدید نظر درباره اصلاحات اجتماعی بکنند. چقدر ملکی چقدر آینده نگر بود آقای دکتر میرفتوسی. مثلا فکر کنید ملی کردن آب برگرده به 50-60 سال پیش، یه شخصیتی اینقدر براش اهمیت داشته و ما امروز داریم آرزه هاش رو میبینیم. این بیمبالاتی ما در مدیریت آب تو مملکت. بله ببخشید. بله ملکی در یه نامه دیگری اضافه میکنه که یه دقیقه وقت داریم، فقط یک دقیقه بفرمایید. همین یه تیکرم تمام میکنم، البته بحث من میمونه، چون واقعا من فکر میکنم ادای دین کرد این شخصیتی که در حمام فین حزب توده رگ زده شده.
در یک از نامه ها آخری نامهاش میگه که تلقی و ارزیابی من از اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران تا حدودی با مال شما دوستای اروپا کنفدراسیون و غیرو با مال شما فرق داره ارزیابی من و حتی در مواردی با ارزیابی رفقای تهران نیز فرق پیدا کرده. یعنی اونها حادثه 15 خرداد 42 آیت الله خمینی را نوعی تفسیر میکنن که به نظر من تصور واهی است. آفرین. به نظر من تصور واهی است. حالا چون فرصت نداریم تیکای دیگر از نامه‌هاشو شاید در فرصت هفته آینده حتما دکتر میفتاد خیلی لطف کردید. تشکر میکنم، فوق العاده آموزنده مثل همه. یاد همه خدمتگزاران ایران گرامی باد. خداحافظی میکنم با آقای دکتر علی میرفتوس. تشکر میکنم از سارا ایرانی عزیز، سپاسگزارم از دکتر اسماعیل نوریالا، تشکر از آقای امیر شهرتی که در اتاق فرمان برنامه رو به خوبی هدایت کردن. یه بیت شعر بخونید آقای دکتر میرفتوس، برنامه رو به پایان ببرید. یه بیت شعر بخونم. بله، من ترسک و کلاغ بد نیست بخونید. بله بله، خدمت رو عرض کنم که ای واعظ شهر از تو پرکارترین، با این همه مستی از تو هوشیارترین. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوارترین؟ تشکر. خدا نگهدار.